آمدم. چشم بود، گوش بود، اما نمی دیدم، اما نه می شنیدم. جوانی و بهاری بود و بگذشت. ایستادم، نگاه کردم، اما انتهای جاده را نمی دانستم. سرانجام انتهای جاده را دانستم و آن عشق بود. به نظر من موسیقی اصیل و سنتی ایران مثل شناسنامه هر ایرانی میمونه، یعنی هویت ایرانیه. شما نمیتونین موسیقی یک سرزمینی رو از افرادش بگیرین. موسیقی ایران بازگو کننده شعر ایرانی است. من همیشه مخالف کلمه سنتی در موسیقی ایران بودم. موسیقی ایرانیه، موسیقی اصیل ایرانیه. ببینید، این صحبت واژه هایی که یا موسیقی ما دیپرسینگ یا آرامش بخش، اینا واژه هایی که واقعا عمیق نیست براش، چون که شما نمیتونید یک لیبل اینجوری به یک موسیقی یک مملکتی، حالا چه مال ما چه دیگری، ببندید. خیلی از این مسائل عمیق تره که شما بخواید بگید این موسیقی آرامش بخش فقط، یا مثلا نه، در این موسیقی همه چی وجود داره. بستگی داره که شما میگن با گوش دلتون بشنوید این موسیقی رو. موسیقی سنتی ایرانی به عقیده من در درجه اول از نظر علمی باید بهش نگاه کرد و فقط این رو برای هر نوع چیزی که در مسائل روزمره میخواییم استفاده بکنیم دلیل نداره از این نوع موزیک استفاده بخواد بشه. از موسیقی چیز زیادی نمیدونم و نمیتونم هم در مورد موسیقی حرفی بزنم. تنها کاری که من میتونم، تنها حرفی رو که میتونم بزنم، من به عنوان یه پزشک که یه پزشکی که تمام عمرم در این راه به کار برده شده و خدمت به بیماران خودم و مریضان کردم، من به این طریق میبینم که موسیقی هم به این نوعی هم یک کار پزشکیه، برای اینکه از نظر روانی به خیلی ها خدمت میکنه و حال روانی خوبی میده. موسیقی اصولا عشقه، آهنگش عشقه، نمیدونم شعرش عشقه. اولین چیزی که انسان بهش متوجه میشه ریتم قلبشه، یعنی با اولین موسیقی که آشنا میشه با ریتمی که اگر اون نباشه مرده است. خب ببینید، حالا این پیوند موسیقی کلاسیک و سنتی ایران چقدر با انسان آمیزش داره، چقدر تنگاتنگ در هم هستن. اگر ما اونو به اصطلاح تأثیر انگیز، غم انگیز بخوایم عنوان بکنیم، مال این است که نمیخوایم حقیقت رو بشناسیم. احساست وقتی لطیف باشه، وقتی که به قول معروف شعر و موسیقی خوب گوش میکنی با یه صدای خوب، موهای تنت یهو سیخ میشه، اون افسردگی اسمش نیست، اون لذت اسمش، اون یه نوع لذتی است که شما روحت داره میبره دیگه، مسئله جداد میکنه از همه چی جداد میکنه. اون دیگه افسردگی نیست، اون یه حالت بسیار زیباییه. دو چیز مختلف که در کنار هم قرار بگیره ایجاد دگرگونی میکنه. معمولا طوفان، رعد و برق از برخورد دو هوای سرد و گرم هست. دو فرهنگ هم که پهلو به پهلوی هم میزن، تصادمی که میشه
رعد و برق ازش به وجود میاد، ما حسش نمی کنیم. مسائلی که در درون آدم قوغا میکنه وجود داره، منتها ما اونقدر در جوامع امروز اشتغالات ذهنمون زیاد هست که نمیتونیم متوجه اون باشیم که ببینیم چه آشوبی هست در دل ما. همین آشوب ها، همین دگرگونی ها موجب میشه یواش یواش بدونی که ما متوجه باشیم در یه موقع احساس میکنیم از همه چیز بی‌حوصله هستیم. اسمش میذارن افسردگی، دیپریشن، میشود بیماری اصلی زمان ما. این بیماری فقط دواش در درجه اول موسیقی هست و اون چیزی که انسانو به راه راست و درست از این به اصطلاح نااهلی ها جدا میکنه. شما موقعی که میخوایی آلبوم بدی میشی مرشد جامعه، مرشد در مورد اشاعه یک موسیقی، یک فن. اگر با موسیقی ایرانی نشست و برخاست خوبی داشته باشین، به شما قول میدم که بسیار لذت ببرین. ما ده ها و شاید بیش از ده ها ریتم مختلف داریم در شعر، در عروضمون. مولانا رو تمام بخونین، تمام ریتم رقصه، ریتم سماعه. سماع با کسر سین یعنی رقص فرشتگان. خب این رقص فرشتگان به یقین با کلمه نیست، یه موسیقی هم به دنبال داره، موسیقی همونی که درش هست. هنرمند باید سبک داشته باشه، اگه سبک نداشته باشه نمیتونه اصلا سبک نداشته باشه. یا باید سبک داشته باشه یا باید سبک دیگری رو تقلید بکنه. اگه تقلید بکنه یه سبک دیگر رو، اون موقع دیگه تکنیشنه، هنرمند نیست. ولی وقتی که سبک داشتی، اون موقع هستش که خودتی از وجود تو اومده بیرون. اولین فکر کنم دلیلی که یه نفر باید بخونه که صداش خوب باشه. عاملای دیگه وجود داره، این که موسیقی رو خوب بشناسه. اگر موسیقی سنتی رو راجع بهش صحبت میکنین، ردیف ها رو خوب بدونن یا سولفژ حتما بدونن. اینا همه وسایلیه که شما میتونید خوب بخونید، وگرنه که بدون هیچ نوع ترینینگ یا موسیقی ردیف موسیقی رونی یا سولفژ، هیچ نوع خوندنی واقعا فکر کنم دلچسب نباشه. به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستان شعر و موسیقی ایران همیشه خوشه. عزیزا میان، عشقا میاد، یکی با سبت پر با واژه های قشنگ، یکی با بسه دیگه همراه با سازهای قشنگ، یکی دیگه میاد نگاه میکنه، بله دلش خیلی تبوتود میکنه که بگی چه آهنگیه، آهنگ رو برام بگی. گوش میکنی، چجوری میکنم میشه این آهنگو با این واژه قاطی بکنم؟ آخه من چجوری میتونم بخونم؟ باید یواش بخونم، باید داد بزنم. آخه دل من خیلی میخواد حرف بزنه، خیلی چیزا میخواد بگه. خانم سلماسی یکی از حسنش اینیست که
شعر رو با صورتش میگه و خوشبختانه چون تلویزیون هم هست و اینو بیشتر القا میکنه به شنونده. و خیلی مهمه که یه خواننده وقتی که داره میخونه حسش رو القا بکنه، از طریق صداش، از طریق صورتش، از طریق ادای کلماتی که داره میکنه. بسیار مهمه که شما اول تجزیه تحلیل بکنین، موشکافی بکنین، بعد ببین خب این صدا در کجا ایستاده، چه نوتی رو داره میخونه، چقدر هماهنگی سولفژی داره با سازایی که باش میزنن، آیا بالا پایین میگیره و به قول موزیسین فالش میخونه. ما تمام اینا که در نظر میگیریم، تمام این عوامل در صدای خانم طاهره سلماسی هست و من فکر میکنم که کارهایی که تا به حال اجرا کردن، آلبومایی که دارن، تمام شنیدنی هست. با تجربه 40-50 ساله عرض میکنم خدمتتون، با خیلی از کسا من کار کردم. وقتی صداشو گوش کردم فکر کردم ای این همونه، این صدا روح داره، چون اغلب صداهای این روزا صدا بازرگانی هست، یعنی صداهای سوداگرانی که مثلا به قصد تأمین معاش یا درآمد یا پول و از این قبیل عرضه میشن، ارائه میشن. فکر کردم در این صدا یک روح عاشقانه نهفته است. ایشون این سیدی هایی که تهیه کردن و میخوام بیرون بدن صرفا برای فقط کار و بیزنس و زود فروش بره یا مسئله مالیش به اون فرم نیستش واقعا، یعنی بیشتر برای بیان احساس و کار هنریه، نه کار انترتینمنت یا بیزنس به این فرم من میبینمش. برای همه بر من خیلی قابل ارزشه انجام این کار. طاهره سلماسی هم صداییست که برای کسب درآمد یا سوداگری عرضه نمیشه، یه انگیزه روحی و معنوی در واقع شکل دهنده این صداست، یه نیاز درونیست، نمیدونم، یه نیاز روحیه. وقتی که من این کار شروع کردم برای تهیه کنندگی این برنامه، همسرم متوجه شدم که واقعا این کار درآمدی نداره، خرجش هم که داریم میکنیم اهمیتی هم نمیدم، برای اینکه متوجه شدم که این چیزیه که واقعا برای دل و برای کمک به هنر موسیقی ایرانی، و دلم میخواد که این کار به نحو احسن اجرا بشه. علی صدای من خیلی دوست داشت، به یکی از مشوقین من بود برای خوندم. منم این کارو ادامه دادم و همیشه نمونه کارها من بهش نشون میدادم، پای تلفن میگفتم مثلا گوش کنه ببینه که چجوری خوندم، دوست داره یا نه. و خب خیلی دوست داشت، به خصوص یه قطعه ای بود مال دیلمان خونده بودم، شاید به دلیل کمونچه بود، چون کمونچه رو خیلی دوست داشت و اونو خب خیلی لذت می برد و سعی می کرد برای دوستش ترجمه کنه شعرش رو که راجع به چی هستش. یکی از دلایلش این بود و بعد اون اتفاقی که افتاد در موقع کریسمس بود که برای تعطیلات اومده بود برای من، و اون زمان بودش که از من خواست که من بخونم، نه برای فامیل و خانواده یا برای فقط ایرانی ها، معتقد بود که باید برای دنیا بخونم، که من هم باهاش مخالفت کردم طبق معمول، که فکر کنم در خیلی کارا باهاش مخالفت میکردم، ولی دلیلش رو به هم گفت و من هم بهش باز نگفتم. باز اون تکرار کرد، دوباره نگفتم. وای بر من
بسیار از شنوندگان برنامه های رادیویی میشنوم که میگن ما با صدای خانم طاهره سلماسی عبادت میکنیم. دلیل داره. برای اینکه خود خانم طاهره سلماسی هم با خواندنشون عبادت میکنن و وسیله ایست برای ارتباط با فرزندی که همیشه از مادر میخواستن که این صدای زیبا رو به گوش مردم برسونن و سرانجام این صدا به گوش مردم رسید. در حقیقت میتونم بگم یک پیام عشق صدای طاهره سلماسی. هر کاری رو که آدم برای درآمد مادی که انجام نمیده، اگر اینجوری باشه، بسیاری از حرفه ها هست که بدون اینکه شما فکر بکنی، بدون اینکه خود خسته بکنی، درآمد خیلی بالایی رو داره. دست به دست کردن مواد مخدری که از بالاترین رقم ها رو میاره، خب خطری هم هست دربارش. ولی یه موقع هست که یک نفر میاد، نه تنها چشم داشته درآمد نداره، بلکه رسالتش رو میخواد به پایان ببره، خدمت میخواد بکنه. اونجوری که من از خانم طاهره سلماسی شنیدم، به خاطر فرزند ناکامش دکتر علی سلماسی که در 27 سالگی با دنیای ما وداع گفت در خواب، اون دوست داشته این صدا رو و توصیه میکرد به مادرش که میخوام بخونی. این از جونش داره مایه میره. این عشق دنبالشه، عاطفه دنبالش هست، تأثر هست دنبالش، تأسف هست و اون چیزی که یک موسیقی رو ممتاز میکنه. این تمام این عواطف در یک موسیقی و در یک صدا موجبات ممتازی اثر میشه و خوشبختانه من فکر میکنم در اثر مرور زمان با الفبای ترانه های خانم طاهره سلماسی اگر مردم آشنا شدند، از اون کارهای ماندگار و کارهای خواهد بود که در بیشتر خانه ها پیدا خواهد شد و چه بسا در حافظه ملی ما برای آینده هم بموند. و بعد وقتی خوب جستجو کردم و یه بارم با ایشون گفتگو کردم، متوجه شدم که حق با من بوده. میگم این صدا روح داره، چون به انگیزه ایجاد رابطه با فرزند خودش، فرزند گم شده خودش، از صداش داره استفاده میکنه. درست مثل که کسی که میخواد یک روحی رو احضار بکنه. خب توی موسیقی ایران توی این 100 سال با خیلی صداها داشتیم که واقعا صداهای نابی بودن که جنبه بازرگانی نداشته، یعنی به انگیزه سوداگری و کسب مال این صداها عرضه نشدن در بازار موسیقی. مثل محمودی خونسالی نمونه زنده شد، مثل غلام حسین خان بنا. باز همامش میره به علی. پس من میبالم که مادر فرزندی بودم که منو به جایی که متعلق هستم به پرواز در آورد. علی پرواز کرد، من هم با پروازش پرواز کردم. نوع پروازمون فرق میکنه. اون به جایی رفت که متعلقه، من موندم. در حقیقت میتونم بگم که خواندن خانم طاهره سلماسی یک پیامه و اون پیام عشق. به هر حال من خوشحالم که داره فیلمی تهیه میشه. استادان و صاحب نظرانی که دارن درباره صدای او، چه از دید فنی چه از دیدهای دیگر، درباره او نظر میدن و منم فکر کردم که از دید خودم، اون چی که تجربه خودم هست راجع به این صدا و صاحب شخصیتش، همین چند کلام رو با شما در میون بگذارم. من یه مثال اگر براتون بزنم، شاید یک جواهری که شما میبینین با یک شیشه آدمهای معمولی نتونن تشخیص بدن. ممکنه یک شیشه رو بسیار قشنگ تراش بدن، بیارن در مقابلش یک الماس هم بذارن و ظاهربین اون شیشه رو انتخاب میکنه چون این صاف و صوفتره، ولی جوهره درونش،
ولی میزان ارزشی که هست این باید مورد بررسی قرار بگیره. در اینجاست که ما میریم و احساس میکنیم کارهایی که در موسیقی کلاسیک ایران انجام میشه که شاید در این 4-5 دهه دوران طلاییش بوده، اینها بهترین کارهایی بوده که در طول شاید بعد از حمله اعراب به این طرف ما دیدیم، هم در زمینه پاپ و هم در زمینه موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی در هر صورت. و الان هم که اتفاقا من قبل از اینکه بیام اینجا این کار جدیدی رو که خانم طاهره سلماسی خوندن گوش دادم، این همون چیزیست که من میخوام نتیجه گیری بکنم. شما ببینین ارکستر نقش خودش خوب بازی کرده، تمام اون فضایی که درش هست، دقایقی که هست درش سرشار از نغمات و ملودی های ایرانی و هم نیم پرده ها، روب پرده ها، سوری کرونا و واژه ها رو سعی کردن از بهترین ها استفاده کنن. اگر کسی استعداد به اصطلاح ترانه خوب برای امروز با واژه های فاخر نداشته، رفتن از حافظ و سعدی و مولانا اونا استفاده کردن. خب این شناخت میخواد، اینو باید بشناس. شما یه مثال برات میزنم، در زمان گذشته 50 سال بود دیگه، 50 خورده ای سال، شما خواننده‌های معروفش و موزیسیناش به اندازه دو برابر انگشت دست بودن، مثلا یه 20 میشدن در 50 سال. ولی توی این 28 سال که چه عرض کنم، توی این 10 سال اخیر، حتی جلوتر بیام توی این 5 سال اخیر، این تلویزیون های 24 ساعته اینا اصلا یه چیزی بوده، مثلا 2000 تا خواننده اومده. حالا 2000 تا که اقراق، یه چیزی بوده 2300 تا خواننده اون وقت میان و میرن همینجوری، چون اینا. ولی خب یه کسی مثل خانم سلماسی وقتی که یه همچین نوع موسیقی رو انتخاب کرده، قاعدتا این موندنیه و جا افتادنی و به صورت را برای بالاتر رفتن داره. خوانندگی کار خیلی سختیه، کار خیلی پر از مسئولیت، پر از فراز و نشیب. ولی اینقدر این عزیزانی که با من کار کردند عشق دادن این احساس زیباشونو، چه آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده ها، استودیو، حتی اون کسی که استکان چایی در استودیو به من داد، او هم در این کار سهیمه، او هم تمام این کار رو زیبا جلوه داده. چون من معتقدم دنیا زندگی یک میز گرده، من میز گرد رو دوست دارم، میز چارگوش دوست ندارم چون اونو گوشه داره. این میز گرد خیلی ها میتونیم دورش بشیم و دور این میز گرد خیلی ها در عرض این چند سال نشستیم، یه روز خوشحال بودیم، یه روز ناراحت بودیم، یه روز خندیدیم، یه روز گریه کردیم، یه روز عقد بهم کردن، یه روزی بهم خندیدن. حالا من نمیگم من کردم، اونا کردن، ولی به طور کلی انقدر این کار قوی و زیبا بود و یک باوری توش بود و این باور بود که تونست این مجموعه ها رو به دست شما عزیزان برسونه. مخارجی که ما گذاشتیم از نظر مادی اصلا نمیتونست کافی باشه برای کارهایی که انجام شده، برای اینکه دیگرانی که با طاهره کار کردن، اون استاداش، اون آهنگسازاش، اون شعراش که باش کار کردن، اون موزیسینایی که باش زدن، همشون از دل گذاشتن اومدن. خیلی اصلا بدون خرج اومدن این کار رو کردن، خیلی هستن با دلشون نشستن این کار کردن، دوست داشتن این کار رو کردن. کسانی بودن که وقتی صدای طاهره رو موقع ضبط شنیدن، بعدن اومدن روش آهنگ زدن، برای اینکه گفتن ما میخوایم بزنیم اینجا بدون اینکه هم پول بگیرن. این کار همش توش عشقه.
قیمتش خیلی زیاده. اگر بخوایم قیمت بزنیم، نه با یه پول یه دکتر، با چند تا دکتر هم پولش در نمیاد. مگه ما چقدر در میاریم که این کار بتونیم بکنیم؟ این همش با دله، همش با دله. از همین هاست که انرژی رو میگیرم، این انرژی خوب رو از این همه مشروب میگیرم و تقدیم میکنم دوباره و دوباره و دوباره.